تو این سری از آموزش ها قصد دارم یه شغل درجه یک آنلاین بهتون معرفی کنم که با ارسال هر اسمس میتونید تا 58 تومن ازش پول بسازید. این شغل با حاشیه سود بالاست که میتونید تو کوتاه مدت تبدیل به یک بیزنس آنلاین قدرتمند بشه. سرمایه کمی واسه شروع نیاز داره و از خونه خودتون هم میتونید استارتش بزنید. با من همراه باشید. خب تو این سری از آموزش‌ها قصدمون اینه که یه شغل پردرآمد خونگی بسازیم بچه‌ها. تو قسمت گذشته یه پنل نمایندگی SMS تهیه کردیم، همونطور که دیدید ظرف 20 دقیقه هم وبسایت و هم پنل نمایندگی رو با چند تا کلیک رو اندازی کردیم. اما تو این قسمت می‌خوایم تنظیمات اولیه پنل رو انجام بدیم، برای محصولمون قیمت‌گذاری کنیم و حاشیه سودمون رو از این بیزنس حساب کنیم ببینیم که چقدره. این دومین قسمت از این سری آموزش ها، طبق معمول سعی میکنم محتوا رو طوری توضیح بدم که یه بچه 10 ساله هم بتونه 0 تا 100 کار رو بگیره. وقت رو بیشتر از این تلف نمیکنم، بریم سراغ آموزش. خب همونطور که گفتم تو این سری از آموزش ها میخوایم تو فضای آنلاین پنل SMS بفروشیم بچه ها. تو گوگل سرچ میکنم خرید پنل SMS، میخوام بازار رو بررسی کنم از نگاه یک مشتری. بهتره قبل از انجام هر کاری یه نگاهی به رقبا بندازیم دیگه، ببینیم که اصلا از لحاظ قیمتی میتونیم با گردن کلفت‌های این صنعت رقابت کنیم یا نه. بیاید اصلا هم ببینیم خود ملی پیامک که ازش نمایندگی گرفتیم پنل‌ها رو با چه قیمتی داره میفروشه. این شرکت هم داره خودش پنل میفروشه و هم نمایندگی میده. ببینیم با چه تعرفه‌ای پنل‌های SMS رو داره ارائه میده دیگه. ببینید ملی پیامک میگه من 4 تا بسته دارم. بسته پایه من 49000 تومانه که هر پیامکش هم 136 تومن میفته برای مشتری. اوکی؟ بسته بعدیش 129000 تومنه که هر پیامکم 120 تا تک تومن میفته برای مشتری. این بسته ها فرقشون تو امکانات و قیمت SMSشه. واضحه که هر چقدر امکانات بالاتر باشه و قیمت SMS ارزونتر، خب اون بسته گرونتره، ارزشمندتره. مثلا بسته آخرش 369000 تومنه، فول امکانات بچه ها و هر پیامکش هم 95 تومن. خیلی ارزونتره نسبت به بسته اول که 136 تومن برای مشتری میفته بابت هر پیامک و خب اختلاف قیمت زیاده. ببین بچه‌ها ما هم دقیقاً میتونیم مثل ملی پیامک چنین بسته هایی رو بسازیم دیگه. ناسلامتی الان ما نماینده ایم، یعنی دستمون بازه، هر کاری میتونیم انجام بدیم. اصلا مثل همین میتونیم بگیم که بسته پایه ما 49000 تومنه و پیامکش هم 136 تا تک تومنه به ازای هر پیامک. اگه به فرض بچه‌ها بسته اولمون این باشه، چقدر سود می‌کنیم از فروش هر بسته؟ اول از همه وارد پنل نمایندگیمون میشم تا ببینم تعرفه SMS واسه من نماینده چقدره. ملی پیامک میگه تعرفه من به عنوان یک نماینده 78 تومنه. یه SMS فارسی 78 تومن واسه من میفته. جالب شد بچه‌ها. ملی پیامک داره 136 تومن میفروشه همین پیامک رو به مشتری. یعنی تو هر پیامک تقریباً 58 تومن داره سود می‌کنه. ببین بچه‌ها من تا قبل از این پنل 49000 تومانی ملی پیامک رو برای کارهای شخصی خودم خریده بودم مثلا، و همین چند روز پیش هم اتفاقا بابت دوره هوش مصنوعی ما نزدیک به 1000 تا پیامک ارسال کردیم با تعرفه 136 تومانی به خریدارای دوره. الان میفهمم که تو 1000 تا ارسال پیامک من این شرکت چیزی در حدود 58000 تومان، بیشتر از 58000 تومان سود کرده فقط از 1000 تا دونه ارسال پیامک. اصلا عدد ناچیزیه تو ارسال پیامک. خب بریم سراغ آموزش. پس واسه من 78 تومن میفته بابت هر SMS. ادامه میدیم. ببین بچه‌ها هر مشتری که از ما خرید میکنه ما بهش یه پنل SMS میدیم. بعد از خرید یوزر و پسورد بهش SMS میشه که باهاش میتونه وارد پنل پیامکیش بشه. مشتری وارد چنین فضایی میشه. ببینید از این طریق میتونه ارسال پیامک انبوه داشته باشه، میتونه به منطقه خاصی با توجه به کد پستی SMS ارسال کنه، میتونه پیامک زماندار بذاره بچه‌ها، مثلا تولد مشتریش رو تبریک بگه. به صورت اتومات سامانه میدونه که کی با تولد مشتری رو تبریک بگه. میتونه پیامک صوتی ارسال کنه. نمیدونم دیدید یا نه پیامک صوتی رو، قابلیت خیلی جالبیه. ما در واقع بچه‌ها این امکانات رو به مشتری میدیم. ببینید جالب بدونید که ما میتونیم به اندازه 9999 تا یوزر بسازیم تو پنل نمایندگیمون. یعنی میتونیم این تعداد مشتری داشته باشیم، حتی بیشتر از این، چون حتی اگه سطح شما هم پر بشه باز تیکت میزنی میگه که اعتبارم رو بیشتر کن. در واقع شما بی نهایت پنل میتونی بسازی، اونم به رایگان. اینجاش خیلی جالبه. یعنی بچه‌ها من حتی از مشتری میتونم پول نگیرم بابت پنل SMS. بگم پنل SMS رایگانه، شما فقط بابت
پیامکی که میخوای ارسال کنی حسابت رو شارژ کن. اتفاقا بچه ها بعضی از شرکت های فعال تو این صنعت دقیقا دارن همین شکلی کار میکنن، مثل شرکت مدیانا که میگه پنلت رایگانه اما بابت هر اسمس ازت 167 تومن پول میگیرم. عدد خیلی زیادیه، همونطور که میبینید ما 78 تومن اسمس ها رو میخریم، 167 تومن یعنی 89 تومن سود بابت هر اسمس. به فرض اینکه اصلا پنل رو رایگان بدی، باز مشتری وقتی ورود میکنه بالاخره 500 تا دونه بات حسابش رو شارژ بکنه، وقتی 500 تا دونه حسابش رو شارژ میکنه خود این 500 تا 40 هزار تومان سوده با تعرفه 167 تومانی مثلا. بیاید تعرفه شرکت های دیگر رو بررسی کنیم عزیزای دلم. مثلا سامانه پیام کوتاه قاصدک، اینم از اون قدیمی هاست، شاید 12 سالی نمیشناسن. نسخه پایش 50000 تومانه، همونطور که میبینید تو نسخه پایه یک سری امکانات رو میده و یک سری امکانات رو نمیده. مثلا میگه من تو نسخه پایه ماژول سررسید رو نمیدم. این ماژول کارش چیه؟ آقا شما دفتر بیمه داری مثلا، میخوای 2 روز قبل از موعد بیمه مشتریت سامانه به صورت خودکار پیامک بزنه به مشتری بگه که مثلا آقا ایتاله بیمه بدنه ماشینت داره تموم میشه، بیا پیش ما حالا بیمه تو انجام بده. تو بسته پایش این امکان وجود نداره، این ماژول بسته است. اما مثلا تو نسخه 400 هزار تومانیش این امکان هم بازه، اوکی؟ یعنی طرف میتونه از این امکان هم استفاده کنه. شما دقیقاً به همین صورت میتونی بسته هات رو بچینی، همه چی دست خودته، هر امکانی که میخوای رو میتونی باز بذاری، هر امکانی که خواستی میتونی ببندی، بسته خودت رو میچینی. حالا برگردیم سر تعرفه‌های ملی پیامک. ببینید ملی پیامک هم دقیقاً همین کار رو کرده بچه‌ها، میگه بسته 49 هزار تومانی من 20% امکانات داره اما بسته آخر من 100% امکاناته. بچه ها من تا قبل از اینکه خودم بخوام بابت این آموزش نمایندگی اسمس بگیرم قصد داشتم این بسته فول امکانات ملی پیامک رو تهیه کنم. چرا این رو میخواستم؟ چون این تنها بسته ایه که امکان ارسال پیامک به خارج از کشور رو بهم میده. من مشتری اهل افغانستان یا تاجیکستان یا ایرانی هایی که حالا خارج از کشور زندگی میکنن زیاد دارم، اما اینا نمیتونن تو وبسایت من ثبت نام کنن در حال حاضر. چرا؟ چون اس ام اس تایید واسهشون ارسال نمیشه. این بسته میتونست نیاز منو رفع بکنه و به اونها هم اس ام اس تایید ارسال بشه، اما جالبه بدونید که در حال حاضر من به عنوان یک نماینده میتونم همین بسته 369 هزار تومانی ملی پیامک رو تو مجموعه خودم تو وبسایت خودم مثلا با قیمت 50000 تومان بفروشم. بهتون گفتم اضافه کردن امکانات دست خودمه، هر چیزی رو میتونم اضافه و کم کنم. البته مثلا ملی پیامک بچه‌ها میگه اگه بسته 369 هزار تومانی من رو بخری من بهت 500 تا اس ام اس رایگانم میدم. اوکی هزینه چقدر میشم؟ اگه هزینه 500 تا اس ام اس رایگان برای ما میفته 39000 تومان. یا میگه 2 تا خط اختصاصی هم بهت میدم. خط چیه؟ خب کسی که میخواد بچه ها اسمس ارسال کنه باید یه خط پیامکی هم بخره دیگه، به اسم خودش، مثل خرید سیم کارت میمونه اما همینجا انجام میشه تو همین سامانه به صورت آنلاین. این بسته میگه من 2 تا خط رایگانم بهت میدم اگه اینو بخوای تهیه کنی. خب بریم ببینیم حالا خط چنده دیگه، ما اگه بخوایم 2 تا خط رایگان بدیم چقدر واسمون میفته. تو پنل نمایندگی قیمت خطا رو واسه مشخص کرده، میگه که پیش شماره 5401 قیمتش 18000 تومان هر خط، یا مثلا پیش شماره 3000 قیمتش 39000 تومان. این پیش شماره ها چیه؟ مثل موبایل میمونه، خطای اس ام اس یه سری پیش شماره دارن، حالا یه سری ها گرون یه سری ها ارزو. خلاصتون کنم بچه‌ها، شما تو این بیزنس هم از فروش پنل به مشتری سود میکنی، هم از شارژ اس ام اس که خیلی مهمه، و هم خرید خط و البته تمدید سالیانه. شما سال بعد دوباره از مشتری پول میگیری که پنلش رو تمدید کنی، چون پنل یک سال است. خب بعد از این توضیحات طولانی در خصوص استراتژی قیمت گذاری بیاید بریم تو پنل نمایندگیمون و بسته های خودمون رو بسازیم دیگه، ببینیم که چطور باید بسته ساخت. خب عزیزای دلم اگه خاطرتون باشه ما تو قسمت پیش پنل نمایندگی رو روی آدرس اینترنتی شخصی خودمون ایجاد کردیم، panel.inidix.ir. این آدرس پنل نمایندگی ماست. وارد پنل میشم و با یوزرپسی که در اختیارم قرار دادن لاگین میکنم به این صفحه. خب بچه ها تو این صفحه باید وارد قسمت نمایندگی بشید، این دسته چپ بالا قسمت پنل مدیریت رو داره که در واقع همون پنل نمایندگی شماست. وارد این بخش میشید. از این قسمت اولین کاری که باید انجام بدید بچه ها تعرفه ها رو مشخص کنید که تعرفه پیامک شما چقدره. خب روی درج تعرفه جدید کلیک میکنم. اینجا باید یه بازی قیمتی مشخص کنم، نوشته از تا. من میگم از 0 تومن تا 1,000,000 تومن هر کاربری که بخواد حسابش رو شارژ کنه تعرفهش مثلا 130 تومن باشه.
حالا نام تعرفه رو مثلا میذارم برونزی، هر اسمی که دوست دارم رو انتخاب میکنم و بعد قیمت پایه رو هم میذارم 130 تومن. پس هر کس که از 0 تا 1,000,000 تومن بخواد خرید بکنه، پیامک بخره، تعرفهش 130 تومن هستش. خودمونم که یادتونه 78 تومن بابت پیامک ها باید به ملی پیامک پرداخت کنیم. 130 تومن تعرفه پایه، اینو ثبت میکنم. خب حالا مجدد درجه تعرفه جدید رو میزنم و یه تعرفه دیگه ثبت میکنم. این بار مجدد از 1,000,000 تومن ببینید باید همپوشانی کنه با قیمت قبلی. از 1,000,000 تومن مثلا تا 10,000,000 تومن. ببینید من این قیمت ها رو دارم حالا به صورت فرضی، به صورت آزمایشی داریم میذاریم. شما با توجه به رقبا باید کامل بازار رو بررسی کنی، ببینید دیگران چه قیمت هایی گذاشتن و شما رقابتی عمل کنی. اسم این تعرفه رو میذارم تعرفه نقره ای و قیمت پایش هم مثلا 100 تومن. کسی که از 1,000,000 تومن تا 10,000,000 بخواد حسابش رو شارژ کنه باید 100 تومن به ازای هر پیامک پرداخت کنه به من. اینم ثبت. مجدد یه تعرفه دیگه هم میچینم، اونو بد نیست. مجدد تعرفه جدید، این بار از 10,000,000 تومن مثلا تا 50,000,000 تومن. اسم تعرفهش تعرفه طلاییه و قیمتش هم 90 تومن. پس من 3 تا تعرفه دارم: تعرفه برنزی، نقره‌ای و طلایی. تعرفه ساخته شدن. حالا بریم سراغ ساخت بسته. بعد اینکه تعرفه رو میسازید باید وارد منوی بسته ها بشید. این قسمت. حالا درج بسته جدید رو بزنید بچه‌ها. یه بسته جدید باید بسازیم. میگه اسم بسته چی باشه؟ مثل تعرفه همون شکلی میخوام اسم گذاری کنم. اسمش رو میذارم برنزی، تعرفه برنزی رو هم انتخاب میکنم. این خیلی مهمه. قیمت بسته میگه چقدر باشه؟ ببینید بچه‌ها نوشته قیمت بسته بر حسب پیامک باید اینجا نوشته بشه. چه شکلی؟ یه فرمولی رو آماده کردم من، اینم در اختیارتون قرار میدم. ببینید تصور کنید ما قیمت پنلمون رو میخوایم بذاریم 100,000 تومن. اوکی؟ خوب با دقت گوش کنید، واسهتون مثالم میزنم. قیمت تعرفه پیامک ما مثلا هست 120 تومن، اینو در نظر گرفتیم. اوکی 78 تومن میخریم، 120 تومن میخوایم بفروشیم. برای اینکه بخوایم قیمت پنل رو که 100,000 تومن هستش بر حسب پیامک بخوایم محاسبه کنیم، کافیه که اول از همه تعرفه پیامکمون رو که مثلا 120 تومن هستش رو به اضافه 9% مالیات کنیم. این خیلی مهمه، شما باید حتما مالیات رو لحاظ کنید. اگه 120 تومن رو به اضافه 9% مالیات کنیم میشه تقریبا 130 تومن. اوکی شده 130 تومن و 8 قرون. حالا این 130 تومن و 8 قرون رو باید به اضافه 30 ریال مصوبه مجلس هم بکنید. به تازگی مجلس یه دستوری داده که 3 تومن از هر پیامکی، حالا مربوط میشه به اینها، نمیدونم بابت کجا خرج میشه، داستان از چه قراره. من عدد قبلی رو 1308 به اضافه 30 ریال مصوبه مجلس هم میکنم که میشه 1338، تقریبا میشه 133 تومن. اوکی؟ پس ببینید بچه‌ها تا اینجای کار تعرفه 120 تومانی من تبدیل شد به 133 تومن. چرا؟ چون 9% روش مالیات اومد و 3 تومن هم مصوبه مجلس. حالا باید 100,000 تومن رو، تعرفه اصلی پنل رو، تقسیم بر 133 تومن و 8 قرون کنم که میشه 747 تا پیامک. پس هزینه این بسته میشه 747 تا پیامک. حالا بریم یه مثال واقعی بزنیم. بریم یه بار دیگه خود تعرفه‌های ملی پیامک رو ببینیم. قیمت اقتصادیش 129 تومن، پایه 49 تومن. ما حالا می‌خوایم از همین اقتصادی شروع کنیم. فکر کن تعرفه ما می‌خواد باشه 129 هزار تومن. دقیقاً مثل همین ملی پیامک. خب فایل تکستم رو باز می‌کنم بچه‌ها. قیمت پنل رو این بار می‌نویسم 129 هزار تومن. اوکی؟ تعرفه ارسال پیامکم رو هم اگه یادتون باشه تو پنل برنزی گذاشته بودم 130 تومن. اوکی؟ حالا کافیه 130 تومن رو تو مرحله اول به اضافه 9% مالیات بکنم که کافیه تو ماشین حساب 1300 رو ضرب در 9 کنم و تقسیم بر 100. خب میرسم به این عدد 11 تومن و 7 قرون. حالا کافیه 11 تومن و 7 قرون رو به اضافه 130 تومن هم بکنم دیگه، میشه 141 تومن، 141 تومن و 7 قرون. اوکی؟ پس اگه به تعرفه 130 تومنی من 9% مالیات اضافه کنی میشه 141 تومن. حالا این 141 تومن رو باید به اضافه 3 تومن مصوبه مجلس هم بکنم دیگه. مجدد 14-17 رو به اضافه 30 ریال یا 3 تومن مصوبه مجلس میکنم، میشه 14-47، تقریبا 144 تومن و 7 قرون. حالا قیمت پنل چقدر بود؟ 129 هزار تومن. 129 هزار تومن اینجا می نویسم و تقسیمش میکنم بر قیمت پیامک هایی که الان شده 144 تومن و 7 قرون، یعنی 130 تومن شد 144 تومن. چرا؟ چون مالیات و مصوبه مجلس بهش اضافه شد. خب 129 هزار تومن رو تقسیم بر 144 تومن کنم
ببینید چقدر میشه؟ میشه 891 پیامک. در واقع قیمت این بسته 891 پیامک بچه. محاسبات فیثاغوری سر کردیم تا رسیدیم به تعرفه بر حسب پیامک. خب 891 پیامک شد قیمت این بسته. تو قیمت بسته عدد 891 رو می‌نویسم که خودش تأکید کرده بر حسب پیامک باشه و دقیقا مثل بسته‌ای که خود حالا ملی پیامک داده میگه 100 تا پیامک رایگانم میخوام بدم. اوکی، منم اینجا تو اعتبار پیش‌فرض 100 تا پیامک میذارم که به رایگان به مشتریم بده. در نهایت بچه‌ها این پایین تیک تعرفه ثابت رو میزنم. این خیلی مهمه. اگه این تیک رو شما نزنی، طرف میتونه بسته برنزی بخره و بعد حسابش رو مثلا 10 میلیون تومان شارژ کنه و تعرفه‌اش کمتر از این حرفا بیفته. تعرفه‌اش بیفته 100 تومان، چون ما تو تعرفه مثلا نقره‌ای تعرفه رو 100 تومان هم در نظر گرفتیم دیگه. گفتیم که اگه از 1 میلیون تومان تا 10 میلیون تومان بخواد شارژ بکنه طرف، تعرفه‌اش میشه مثلا 100 تومان. از بسته نقره‌ای ما استفاده می‌کنه. اما وقتی این تیک تعرفه ثابت رو میزنم، این تعرفه دیگه فیکس میشه، یعنی 130 تومان تعرفه طرفه. 10 میلیون تومان هم شارژ بکنه، بازم همون تعرفه 130 تومانی رو بهش اختصاص میده سیستم. اگه اینو نزنیم، میگم میره تو تعرفه شناور، چیزی که تو مرحله قبل مشخصش کردیم. ثبت بسته رو میزنم بچه. حالا بچه، بعد اضافه کردن بسته، ما باید به این بسته دسترسی بدیم. دسترسی هایی تونه همون قسمت هایی که حالا محدود میشد کاربر، یعنی امکانات کمتری داشت. ببینید مثلا خود ملی پیامک داخل پنل اقتصادی خودش همین 129 تومانی یک سری از امکانات رو داده و یک سری از امکانات رو غیر فعال کرده. ما هم باید دقیقاً همین کار رو انجام بدیم. از قسمت دسترسی ها به راحتی ما میتونیم دسترسی هایی که دوست داریم رو به کاربر بدیم. ببینید لازمش اینه که اول شما به عنوان کاربر با پنل کار بکنید، ببینید که حالا چه امکاناتی کجا کاربرد داره و بعد یک سری از امکانات مهم رو از بسته‌های پایه خارج بکنید. مثلا ارسال بر حسب چه می‌دونم کد پستی، این امکان خیلی مهمیه. طرف توی خیابونی مثلا فلان مغازه رو داره، میخواد به همون محدوده، به همون خیابون میخواد اس ام اس ارسال کنه که مثلا من تخفیف گذاشتم. خب این امکان خیلی مهمیه و این رو میتونید دسترسیش رو از بسته‌های پایه حذف بکنید. بسته‌ای که ارزونه چنین دسترسی رو نداره. بهتون گفتم همه چی دست شماست. شما حتی میتونید امکان مشاهده این ماژول، این امکان رو به کاربر بدی که طرف ببینه مثلا امکان ارسال بر حسب کد پستی رو دارم، اما دسترسی رو بهش ندی. مثلا ببینه ولی وقتی کلیک میکنه میگه آقا شما دسترسی نداری، حالا باید حسابت رو مثلا ارتقا بدی. هر کاری میشه انجام داد. این شکلی به کاربر دسترسی میدیم بچه‌ها. با توجه به پولی که پرداخت کرده یک سری امکانات رو واسش باز میکنیم و یک سری از امکانات رو هم میبندیم. خب حالا من باید بقیه بسته ها رو هم مثل بسته طلایی و نقره ایم رو هم به همین شکل اضافه کنم. خب عزیزای دلم، من بسته‌ام رو ساختم، بسته برنزی، نقره‌ای و طلایی. به بسته طلایی هنوز دسترسی ندادم. ببینید طلایی دیگه باید همه دسترسی ها رو داشته باشه دیگه، یعنی دیگه فول امکاناته. پس اینجا روی همه میزنم و تیک همه میخوره. اینم از این. به بسته طلایی تمامی امکانات رو دادم. رو گزینه تایید کلیک میکنم تا این تایید بشه. بسته برنزی یک سری امکانات داره، بسته نقره یک سری امکانات، حالا بسته طلایی هم فول امکانات. خب تو این مرحله تعرفه رو چیدیم، بسته رو مشخص کردیم، حالا باید پنل اس ام اس مون رو وصل کنیم به درگاه بانک که مشتری به صورت آنلاین بتونه خرید بزن. بچه‌ها شما میتونید به صورت مستقیم از بانکی که توش حساب داری درگاه پرداخت بگیری. اگرم حوصله حالا این دردسراشو نداری، از شرکت‌های واسط که درگاه بانکی میدن، مثل زرین پال، مثل چه می‌دونم آی دی پی، مثل نکست پی، خیلی انتظارشون خیلی زیاده. از اینها میتونید درگاه بانکی بگیری، احراز هویت می‌کنی و بهت درگاه بانکی میدن. من از خدمات همین زرین پال میخوام استفاده کنم چون اینجا حساب دارم. خب برای اضافه کردن حساب بانکی وارد صفحه مدیریت پنل اس ام اس تون بشید و بعد قسمت حساب ها رو منوی حساب ها کلیک کنید. اینجا کافیه بچه ها نوع پرداختتون رو بذارید سر هر دو، یعنی هم فیش بانکی هم به صورت دستی طرفتون حالا پرداخت انجام بده و هم الکترونیکی. از قسمت درگاه پرداخت زرین پال رو انتخاب بکنید. حالا بهتون گفتم اینجا انتخابی زیادی وجود داره، میتونید مستقیم به بانکت وصل بشی یا اینکه از زرین پال، پارس پال، زرین گیت، پیپینگ، اینا شرکت های واسطن که از اینا هم میتونی استفاده کنی. من از زرین پال گفتم میخوام استفاده کنم. زرین پال رو انتخاب میکنم بچه ها. حالا اینجا تو توضیحات بالا بابت هر درگاهی یک سری توضیحات نوشته بچه ها. اگه درگاهتون مثلا بانک پاسارگاده، توضیحاتش اینجا نوشته. درگاه من زرین پاله. تو زرین پال میگه کد پذیرنده رو تو بخش شماره مشتری وارد کن و درگاه رو روی زرین پال قرار بده. اوکی. کد پذیرنده چیه بچه‌ها؟ ببینید وقتی شما داخل زرین پال حساب باز می‌کنی،
بهت یه مرچنت کد میده. ببینید، شما از این طریق میتونی درخواست درگاه پرداخت جدید رو بدی، کافیه روی این گزینه کلیک کنی و اینجا آدرس حالا پنلت رو بنویسی واسهشون تا اینا تاییدش کنن. بعد اینکه تایید میشه بهت یه مرچنت کد میده. ببین وقتی وارد درگاهت میشی اینجا تنظیمات درگاه رو داری این بالا که وقتی روش کلیک میکنی به شما یه کد درگاه پرداخت میده که این کد رو دقیقاً باید کپی کنی و در اختیار حالا سامانه پیام کوتاه قرار بدی. این کد رو گفتش که توی شماره مشتری بنویسید، اینجا بنویسید، خودش گفت. اوکی، این کد رو اینجا پیست میکنم و در نهایت هم میگه اسم بانک چیه، مثلا تجارت، صاحب حساب کیه، شماره کارت چیه، شماره حساب چیه، شبای چیه. اینا رو هم وارد میکنی واسه کسی که حالا آنلاین نمیخواد وارد کنه، یعنی شماره شبای شما رو میبینه دستی با موبایل حالا میزنه به حسابتون و بعد تیکت میده و آقا من حسابم رو مثلا 50,000 تومان شارژ کردم. شما چک میکنی بعد 50,000 تومان به صورت دستی شارژش میکنی. پس به هر دو صورت ما میتونیم از مشتری پول بگیریم، چه به صورت دستی چه به صورت آنلاین که واسه به درگاه پرداخت و پرداختش رو انجام بده. خب اینم پس واسه کردن درگاه پرداخت به پنل اس ام اس تون. الان دیگه تقریبا همه چیز آماده است برای شروع کار. خب بچه‌ها، الان دیگه همه چی آماده است. ببینید، من اگه بخوام وارد آدرس اینترنتی پنل بشم، که اگه خاطرتون باشه panel.inidix.ir بود دیگه، این مربوط میشه به قسمت قبل که چطور ما این پنل رو بالا آوردیم. اگه بخوام وارد صفحه ورود به سامانه بشم، میبینید که این پایین ثبت نام آنلاین رو ما داریم، یعنی مشتری شما از همین طریق الان میتونه ثبت نام انجام بده به راحتی. تو این فرم ازش اسم میخواد، نام خانوادگی میخواد، نام کاربری میخواد، شماره موبایل میخواد، کد ملی میخواد، اطلاعات دقیق میخواد، چون ثبت نام داخل سامانه های پیامکی مثل ثبت نام داخل صرافی میمونه، یعنی طرف حتما باید احراز هویت انجام بده. انقدر که تو این مدت کلاهبرداری شده با همین سامانه های پیامکی، دولت خیلی دیگه حالا وسواس زیادی به خرج میده، قبلا این شکلی نبود اصلا. ببینید، مشتری وقتی اطلاعاتش رو تکمیل میکنه، بچه ها اینجا تو انتخاب پنل بسته های ما رو میبینه، بسته هایی که همین الان ما ساختیم، بسته برنزی، نقره‌ای، طلایی، به راحتی میتونه یکی از بسته ها رو انتخاب بکنه با توجه به نیازش. بعد اینکه فرم تکمیل شد، به راحتی میشه گزینه تایید رو زد و بعد از اون در قالب یه اسمس یوزر و پسورد ورود به پنل به مشتری ارسال میشه، یعنی مشتری میتونه وارد پنلش بشه. هنوز که هنوزه سامانه ازش هیچ پولی نگرفته. چرا؟ چون باید احراز هویتش رو انجام بده. بعد وقتی مشتری بچه‌ها وارد پنل میشه، با این فضا روبرو میشه. ببینید، بالا اسمش رو نوشته و یک سری توضیحات که میگه آقا مدارکت رو تکمیل کن، مدارکت تو هنوز ناقصه. ناقصه یعنی چی؟ یعنی اسم پدر رو میخواد، حالا چه میدونم تاریخ تولد رو میخواد، یه سری اطلاعات اضافه تر میخواد. این بخش رو هم مشتری باید پر کنه. تو قسمت بعد از مشتری میخواد که احراز هویت انجام بده. دقیقاً کاری که ما وقتی می‌خواستیم پنل نمایندگی رو بگیریم انجام دادیم. گفتش که کارت ملی تو دستت بگیر به اضافه روی برگه‌ای که کد احراز هویتت روش نوشته شده. این کارو مشتری باید انجام بده. یعنی به این شکل باید احراز هویتش رو تکمیل بکنه. تازه بعد اینکه این مرحله رو رد می‌کنه، وارد بخش صورت حساب میشه و بهش میگه حالا بیا پنل تو شارژ کن که ما بتونیم صورت حساب ازت بگیریم. مبلغی که تعیین کردیم به عنوان قیمت پنل. برای همینه که اصلا بچه‌ها بعضی از سامانه های ارسال پیام کوتاه امروز سامانه های رایگان گذاشتن. چرا؟ چون مشتری که بخواد این احراز هویت رو تکمیل بکنه، واقعا مشتری هستش که دیگه وفادار میمونه. دیگه سخته واسش حالا یه جای دیگه بره دوباره احراز هویت پر کنه. دیگه یه جا کار بکنه همونجا موندگار میمونه. ترفند جالبی هستش واسه اینکه بتونی حالا مشتری رو مجاب بکنی که احراز هویت بکنه و دیگه حالا از شارژ اس ام اس اش سود کسب کنی. خب در پایان اینم بتونه شما دادن بعد نسبت چا. ببینید، در حال حاضر اگر من با یوزر پس اصلی خودم، یوزر پس نمایندگی خودم وارد سامانه بشم و بخش حالا مدیریت رو انتخاب بکنم، ببینید تو منوی کاربران، کاربری که الان ثبت نام کرده اینجا واسم میاره، همین خودم هم ببینید میگه رامان تال ثبت نام کرده با این شماره موبایل، تاریخ انقضاش اینه. اعتبارش رو ببینید چقدر جالبه، میگه 791 پیامک منفی، یعنی این حتما باید صورت حسابش رو پرداخت کنه تا این منفی رو بکنه حالا صفر. متوجه هستی؟ به ازای تعداد پیامک بود دیگه صورت حسابش، یعنی 100 و ما تعرفه‌ای که تعیین کردیم فکر کنم 120,000 تومان بود. طرف واسه 120,000 تومان پرداخت کنه تا تازه اعتبار پیامکش بشه صفر، منفی نباشه، الان منفیش کرده. جلوتر میگه آقا مدارکش هنوز تکمیل نکرده. ببینید یه علامت باتری اومده که فعلا لوئه، قرمزه. دیگه امکانات دیگه‌ای بهتون میده، مثل اینکه آقا شماره بهش اختصاص بدید.
دسترسی هاشو بیشتر کنید یا کمتر کنید. شما میتونید به یک کاربری که اصلا هر کسی که دلت میخواد یا دسترسیشو ببری بالا، هر امکانی که میخواد بهش بدی، یا ازش پول بگیری که فلان دسترسیو بهش بدی مثلا. دیگه اعتبار رو دارید، میتونید بهش اعتبار بدید، میتونید پرداخت هاشو بررسی کنید، کلی امکانات بهتون میده دیگه بچه‌ها. ابزارهای مختلف رو دارید، حتی میتونید از همینجا وارد پنل مشتری بشید. مشتری ممکنه سوالی داشته باشه، مشکلی داشته باشه، شما میتونید وارد پنلش بشی و مشکلش رو حل بکنی. تا اینجا بچه‌ها نگه داریم بحثو، بره برای قسمت‌های بعد که من بهتون یاد بدم حالا چطور باید اینو بفروشیم. اوکی، چه تو فضای سنتی چه فضای آنلاین، در خصوص هر دو تا بخشش میخوام صحبت کنم، چون راحت تر از فضای آنلاین شاید تو همین فضای سنتی شما بتونید چنین محصولی رو پرزنت کنی، که سعی میکنم تو قسمت بعد در خصوص این صحبت کنیم و این رو بهتون یاد بدم. تو همینجای کار برای این قسمت کفایت میکنه. اگه سوالی دارید ازم تو کامنت ها بپرسید، کانال رو ساب بکنید، ازش اشتراک بگیرید، زنگوله رو فعال کنید تا محصه آفلود ویدیو جدید از انتشارش مطلع بشید. دوستتون دارم، عزیزای دارم، تا ویدیو بعد.